سلام احسان، امیدوارم که خوب باشین. بدامه درسای ما در قسمت خود واسکولار دیزیز یا امراض اویه، ما امروز در قسمت اورتیک دیسکشن صحبت میکنیم. خب فقط یک مرور کوتاه میکنم به درس گذشته ما که چی خواندیم. ببینین عزیزان، ما در قسمت انوریزم صحبت کردیم، انوریزم تعریف کردیم در شروع لکچر، بعدن آمدیم در قسمت انواع خود انوریزم صحبت کردیم، توریسیک انوریزم صحبت کردیم، ابدومنال اورتیک انوریزم صحبت کردیم، پاتوجنیز چون صحبت کردیم که چطور با وجود میه و کدام میخانه کرد با وجود میه. یعنی در کل در قسمت انوریزم مفصلتر ما صحبت کردیم و امیدوار هستم که چیز در قسمت خود انوریزم فهمیده باشین. امروز میم یک موضوع جالب دیگه در قسمت اورتیک دایسکشن صحبت میکنیم. خب دکترای عزیز، کلمه یا اصطلاح دیسکشن در کتاب شما نشته کرده، انشقاق یا اون پارگی منامته. امروز سردی صحبت میکنیم که خود اورتیک دیسکشن چی است. در شروع سلاید بر شما از نشته کرده که یک آفت خطرناک است. یعنی ببینین که چرا آفت خطرناک است، برتون تشریح میکنم که به کدام میخانه کرد یا آفت خطرناک است. چرا بخاطر از اینکه اگر کسی از شما پرسان میکنه خب زمانی که میگین aortic dissection یک آفت خطرناک است، چرا آفت خطرناک است، شما با دلیل باید بفهمین چون شما دکتر میشین. یک حالتی است دکتر سبا، ببینین که میگه در خون در طبقه میدیا چی میکنه، نفوذ میکنه و یک کانال را در بین جدار ابهر چی میکنه، با وجود میاره. بین دینی سلاید برتون واضح تر چی میکنم دکتر سبا، تشریح میکنم. خب دکتر عزیز ببینین، یعنی در سلاید قبلی هم تایی دیاگرام بر شما رسم کرده بودم، امروز هم سرزیم و فصل رو صحبت میکنم. این قلب چپ ماست، بگه چی نیست قلب چی دکتر سب، قلب چپ ماست. خب من این دیاگرام اول بر شما واضح میسازم، آزین چپ ماست، او میترال والو است دکتر سبا، بوتین چپ ماست، اورتیک والو است، و هم خود چیز دکتر سبا عزیز اور تایم است. بحث ما در قسمت چی است؟ aortic dissection است، یا چی دکتر سبا، مو انشقاق چی ابهر در سرزی صحبت میکنه. دکتر سبا اول من فقط یک معلومات کلی در این مورد بر شما میتونم، بعدا میرم به سطح مولکولی براتون صحبت میکنم که چرا ما به طرف aortic dissection میریم. ببینین این یک حالتی است که میگه اول اینی چه میبینین دکتر سبا، آبی کسی طبقه میدیاس و یا ببخشین انتماس و یا میدیا و یا چی است ادوانتیشا، که ضرور نیستم برای شما تکرار کنم چون در سلاید قبلی براتون گفته بودم. یک حالتی است دکتر سبا که یک پارگی، یک تیر چه مانا دکتر سبا، یک پارگی در طبقه انتما ایجاد میشه، خون از داخل خود اورتا به طبقه چی نفوذ میکنه، میدیا. میبینین خب وقتی که طبقه انتما ما دیگه پاره شوه، خون از خود اورتا مسیر پیدا میکنه یا میره به طرف طبقه چی دکتر سبا، میدیا. حالا نگاه کنین عزیزان، زمانی که خون در داخل طبقه میدیا میشه، سبب ایجاد کانال ها میشه، ایره به نام زورو چینلز میگه، امو چینل های چی رو ایجاد میکنه، کاذبه. و نگاه کنین که خود طبقه میدیا را به دو بخش چی میکنه دکتر سبا، تقسیم میکنه. چرا؟ به خاطری که این در وسط چی ایجاد میکنه، در وسط یک کانال ایجاد میکنه، یک چینل ایجاد میکنه که چینل به نام زورو چینل یا امو چینل چی میگن، کاذب میگن. نگاه کنین، ما گفتیم که اول طبقه انتما ما چی میشه، پاره میشه که امو انشقاق، بدن خون در طبقه میدیا داخل میشه، زمانی که در طبقه میدیا داخل شد، سبب ایجاد چی میشه، ایجاد چینل های کاذب میشه. بیاین امی اورتا رو مده اینجا برتان بزرگتر رسم کردیم، امو رو برتان تشریح میکنم چیز دیگه نیست. دکتر سمی بینین نرمال جریان خون درست است، قسمت زمانی که انتما ما پاره شوه و خون داخل چی شود، طبقه میدیا ما شوه، در طبقه میدیا زمانی که داخل میشه و چینل کاذب ایجاد میکنه، دو تا مسیر در بر میگیره یا دو تا سرنوشت داره. یعنی چی؟ یا ای که میره به قسمت چی؟ به قسمت دستال. اینی دیگه دستال است، یعنی بهمونا که از دیگه دورتر میره. و یا ای که میره در قسمت چی دکتر سبا عزیز؟ قریبه یا نزدیکتر یا پراکسیمال. دکتر سبا ببینین که ای امکانش هست که ای دوباره بیا داخل چی شود؟ داخل سرکولیشن شود، جریان خون. یعنی ببینین که اگر میره به طرف دستال دورتر، امکان داره که پس دوباره داخل چی شود؟ داخل
جریان خون شه. و اگر کسی خوشبخت باشه ببینن که اگر پارگی ایجاد میشه میره چینل ایجاد میکنه، پس امکان داره که دوباره داخل سرکولیشن یا جریان خون شه و که بازوی یک عویه جلدی یک نیو واسکولاریزیشن ایجاد میکنه. ولی اگر کسی متاسفانه اگر بیا دکتر با طبقه خارجی خود میدیا پاره شوه، همین قسم به طرف ادونتیش ها سبب ایجاد مسیف هموراج یا همو خونریزی های کتلوی و کشندر چی میکنه؟ ایجاد میکنه که در نظر داشته باشین. ببینید ما چی گفتیم که انچقاق هر یک حالتی است که طبقه انتمای ما یک پارگی ایجاد میشه، خون داخل چی میشه؟ طبقه میدیا میشه و در طبقه میدیا سبب ایجاد چینل های کاذب میشه، یا یکی که میره دستلی نواحی دورتر مصاب میسازه و یکی که میره پراکسیمالی یا یکی که نواحی نزدیکتر چی میکنه مصاب میسازه. هر کدام از این رو برتون تشریح میکنم. و یا یکی که امکان داره پس دوباره در طبقه میدیا یک پارگی چه چه باز دوباره خون داخل سرکلشن چه، و یا یکی که طبقه خارجی میدیا رو مصاب بسازه و همین قسم ادونتیش ها ای پاره شود به بیرون و سبب ایجاد خونریزی چی شود؟ کشنده و یا مصیب شود. دکتر سبا ببینن بر شما گفته اصطلاح دایسکتینگ انوریزما. در سلایده قبلی بر شما ازان تشریح کردم، گفتم که خود انوریزم خصوصا در قسمت سفلیتیک انوریزم براتون تشریح کردم، در قسمت ابدومینال اورتیک انوریزم بحث کردم، گفتم که اینا سبب ایجاد یک کیسه میشن، یعنی بیمونا که عمود جدار عویه ما ببیرون بشه اوت پاوچینگ یا کیسه بیرون میزنم که انواعش براتون تشریح کردم. ولی در قسمت aortic dissection وقتی که صحبت میکنیم مومن کیسه بیرون نمیزنه، یعنی ما به طرف انوریزم نمیریم. یعنی نگاه کنین در او سابق زمانی که این چینل های کاذب ایجاد میشد یک اصطلاح گفته بودن که dissecting aneurysm، درست است؟ یعنی همون یک حالتی که میگفتن که انوریزم که در قسمت اورتا ایجاد میشه و یکی ساتر برتون بگم در دایسکتینگ انوریزم یعنی چی مانو میتن. حالا بجای ازی که ما دایسکتینگ انوریزم استفاده کنیم، خود اصطلاح یا ترمینولوژی زیر استفاده کنیم، ما میریم دایسکتینگ هماتوما استفاده میکنیم. میبینیم که به شکل یک چی ایجاد میکنیم، یک هماتوم اگر یادتون باشه ما در قسمت چی براتون تشریح کرده بودم، سودو انوریزم صحبت کرده بودم، قسم که یک هماتوم ایجاد نشد یا مو انوریزم کاذب، تقریبا مشابه در قسمت خود اورتام وقتی که اورتیک دایسکشن میگیم میشه برش بگیم نا اصطلاح دیگه زی دایسکتینگ چی هست؟ هماتوماست که در نظر داشته باشین که در کل ما نمیم که اورتام مکمل میره به طرف چی انوریزم که در نظر داشته باشین، یعنی نسبت به آم نیز نسبت به چی؟ نسبت به توراسیک انوریزم و یایی که ابدومینال اورتیک انوریزم که در نظر داشته باشین. بر صورت بین دکتر سبا در کتاب شما اگر در قسمت ازبابی صحبت کنیم، در کتاب شما ای را به گروپ اول و گروپ دوم چه کرده تقسیم کرده، یعنی اگر از نظر عامل سببی دکتر عزیز ما صحبت کنیم، ما ای را به دو بخش اساسی چی میکنیم؟ تقسیم میکنیم. گروپ اول میگه 90% واقعات از عموما در کسایی دیده میشه، در مردای دیده میشه که بین سین 40 و چی باشن 60 باشه، یعنی بالاتر از 50 و 60. نگاه کنین در این افراد زمانی که مطالعه میکنن در اینا میبینن که یک تاریخچه فرط فشار چی داشته باشن؟ خون دارن. تاریخچه فرط فشار چی؟ خون. چرا؟ بخاطر اینکه شما میفهمید کسی که فرط فشار خون داشته باشه، فرط فشار خون هم سبب میشه که طبقه انتما را پاره کنه و سبب شه و خون داخل میدیا شه و سبب ایجاد چینل های چی شه؟ کاذب شه و سبب شه که تا خونریزی کتلوی کشندر چی کنه؟ ایجاد کنه. حالا بر صورت حتی سبب میشه که خود هایپرتنشن هم طبقه میدیا ما را به اون زمان چه کنه؟ ضعیفتر بسازه و ما به طرف امو دیژنراتیو چنجز تغییرات استحالهی بریم، طبقه میدیا ما ضعیف شود و ما به طرف چی بریم دکتر سبا؟ به طرف خود اورتیک دایسکشن بریم. گروپ دوم افراد جوانتر است، مریضای چیست دکتر سبا عزیز؟ جوان است. حالا نگاه کنین وقتی که میگیم مریضای جوانتر، یعنی امو کسایی هستن که مصاب به یک حالتی از دکتر سپیره به نام سندروم مارفن میگه یا مارفن سندروم که در اینا نظر منظم به صورت درست تشکیل نمیشه. شما میفهمین که نظر منظم ما سبب میشه که
استقامت ایجاد کنه، تقویت ایجاد کنه و امون طبقه میدیای ما را چی کنه؟ استقامت بده. یعنی اجازه نمیده که طبقه میدیای ما در کسی چی شوه، مثلا به طرف تغییرات سالهی بره و سبب شوه که ما طبقه میدیا ضعیف شوه و یک پارگیر در طبقه میدیا چی کنه؟ ایجاد کنه. کی در نظر داشته باشین؟ کسایی که دو گروپ تشکیل کردیم، گروپ اول مردایی که 90% گفتن در مردانی که بین سن 40 60 باشن یا بالاتر از او و تاریخچه فرط فشار خون داشته باشن، و در گروپ دوم عموماً جوان ها را مصاب می سازد، کسایی که مارفن سندروم داشته باشند. درباره مارفن سندروم سلاید بعدی برتون چی میکنیم صحبت میکنیم. بین واضح در این سلاید برتون دی دیاگرامی که ما برتون رسم کردیم دکتر سب تشریح میکنیم. اول بازم ما دیاگرام خود برتون تشریح میکنیم چون که بر شما سوال نمونه. ببینین دکتر سپیق، بازم قلب چیز قلب چپ ماست، این دیگه اور تایم ماست. دکتر سپیق قسمت اگه کمی درباره آناتومی شون براتون صحبت کنیم میره به نام روت اف اور تایم میگم و مسیر چیز دکتر سپیق از اور تایم میجا منچا میگه دیگه. از این وقت بالاتر میره میره به نام چی یاد میکنه دکتر سپیق؟ پسندینگ اور تایم یاد میکنه، رایت سب کلیوین است، لفت سب کلیوین است، اما کاروتید ماست که باز به سیستم عصبی ما دکتر سپیق خون میرسونم. و از این پوینت تر که می میره به نام دسندینگ چی یاد میکنه؟ اور تاپ، درست است. و از این پوینت تر که میم باز به نام ابدومینال چی یاد میشه دکتر سپیق؟ اور تاپ. و اینی را که میبینین به نام چی یاد میکنه؟ به نام پریکاردیوم میگیم، درست است. و این هم چیز دکتر سپیق عزیز کرونری آرتری که خود قلب ما را خود عضله قلبی ما را چی میکنه؟ عوام میکنه. بله دکتر سپیق، سعی کنین ما نرمال برتون میگم زمانی که خون جمع میشه دکتر سپ میه به قسمت ششو از جا اکسیژن شن صورت میگیره و خون میاد در قسمت خود حوزین چپ. ما کدام دهنه باید باز شود؟ دهنه میترال. بسیار خوب، زمانی که دهنه میترال باز شد خون در کجا میرزه؟ در بطین چپ. در بطین چپ تقلصات صورت میگیره، دهنه چی باز میشه؟ اورتیک یا اورتا. زمانی که دهنه اورتا باز شد خون به کجا پرتاب میشه؟ به اورتا. از این خواه از این قسمت و ارگان های ایتی و غیر ایتی ما خون چی میکنه؟ میرسه. یک پروسه نرمال فیزیولوژیک است که هر روز هر ثانیه در بدن ما دکتر سپمی پروسه چی میشه؟ تایم میشه. حالا نگاه کنین، زمانی که در قسمت اورتیک دایسکشن صحبت میکنیم، این یک حالت دکتر سپیق است که خون پرتاب میشه به طبقه چی دکتر سپیق؟ به طبقه ببخشین به اورتا. ببینین از نظر عامل سببی یکی رو بر شما چی مثال زره؟ هایپرتنشن. هایپرتنشن هم سبب میشه که خود طبقه انتمای ما چی شود؟ پاره شود. یعنی ببینین این بازم تکرار میکنم، آبی انتماس ای سرخ چیز دکتر سپیق عزیز میدیاس و ای هم سبز که سرونتیش ها. حالا ببینین زمانی که طبقه انتما ما پاره میشه خون داخل چی میشه دکتر سپیق؟ خون داخل خود میدیا میشه و سوی جار چینل های چی میشه؟ کاذب میشه. ببینین بازم حرف خود تکرار میکنم که زمانی که داخل میدیا شد ای یا میره دستلی نواهی دورتر مساب میسازه کل زیر برتون صحبت میکنم و یا ای که میره پراکزمالی نواهی قریبتر یا نزدیکتر مساب میسازه. دو تا ناحیه که قریبت یا نزدیک است، یکی دکتر سپ کرونری آرتری مساب میسازه، درست است، امو شرین کرونه را، و یکی هم چی را دکتر سپ پریکاردیوم، خود پریکارد هم مساب میسازه. کردن شما اگر در استولوژی آناتومی میخوانده باشین یک قسمت روت یا امون مسیر چی را دکتر سپ اورتار هم خود چی پوشانیده؟ خود پریکاردیوم پوشیده. که در نظر داشته باشین، از این خاطر براتون گفتم که ای کشنده است که در نظر داشته باشین. دکتر سوا ببینین سبب دیگه عبارت از چی می باشه؟ مارفن سندروم می باشه. در مارفن سندروم ما گفته بودم که در سلایدهای اول برتون تشریح کردم دکترها که دکترای عزیز که ما گفته بودیم که مارفن سندروم یک حالتی است که در کروموزوم چندم گفته بودم 15 برتون گفته بودم که وجه یک میوتیشن صورت میگیره. زمانی که میوتیشن صورت گرفت شما خوانده باشین حتما در ژنتیک یا مو فبرلین دیگه فبرلین تولید میشه، ولی مو فبرلینی که میوتیت است، یعنی میوتیشن است، یعنی دو میوتیشن ایجاد شده. اینال ببینین دکتر سبا که شما خواندین که امو فبرلینی که غیر نرمال تولید میشه و او فبرلینی که نرمال تولید میشه، چرا؟ به خاطر که کروموزوم 15 یکی از پدر است، یکی از مادر است، یکی مترنال است، یکی چی پترنال است. پس یکی فرض کنید از پدر اگر مصاب شوه ایره که چی تولید میشه؟ امو فبرلینی تولید میشه که او دکتر سب چی است؟ او میوتنت است یا غیر نرمال است، درست است، یعنی حالت فیزیولوژیک نیست. پس یادتان باشه امی فبرلینی که غیر نرمال تولید شده، ای امو فبرلینی که نرمال است رو چی میکنه؟ تحت تاثیر قرار میده. یعنی ببینید زمانی که اینمی فبرلین غیر نرمال
تقریبا نرمال ما تحت تاثیر قرار بده، اونمون نزد منظر ما دکتر صاحبی عزیز درست کار خود چی کردن انجام دادن نمیتونه. وقتی که درست کار خود انجام دادن نتانه است، امی خود الاستیک تیشو ما یا نزد الاستیک ما سه گپ اساسی ایجاد میشه. چند گپ دکتر صاحب؟ سه گپ. یک، بین دینی سلایت برتان تشنه میکنم، در اجازه بدین در این قسمت ببینید اینجا بر شما شکل مارفن سندروم. این دیگه طبقه چی سنتما و یه چیز دکتر صاحب میگه چند چیز اساسی ایجاد میشه. شما نگاه کنید نرمال که غیر نرمال مقایسه میکنیم، میبینین میدیا ما دکتر صاحب الاستیک تیشو نرمال است، درست دکتر صاحب عزیز؟ همه قسم مارفن تیشو ما همه قسم طبقه نو انتما ما، ولی در اینی میبینین غیر نرمال است. میبینین دکتر صاحب بعضی از تغییرات سیستیک ایجاد شده که در کتاب به نام سیستیک دیجنراتیو چنجز یاد میکنه، تغییرات استحالوی سیستیک. ولی یک چیز بر شما میخوام بیان کنم که سیست حقیقی نیست، این زور سیست است. چرا؟ وقتی که شما در جرایی حتما خواندین که زمانی که در قسمت سیست حقیقی صحبت میکنیم، سیست حقیقی او سیستی است که مملو از مایع میباشه و توسط اپیتیلال سل یا جرات اپیتیل چه شده احاطه شده، ولی یک چیز نیست. این چیز رو در سبه عزیز ای امو سیست کاذب است، یک حجرات امورفس است، یعنی حجراتی که دیگه به شکل است، یعنی چه قسم، یعنی شکل ندارن، یعنی حجراتی که امو از نظر ساختمانی درست نیستن. درست چیز دیگه که دیدم میشه دکتر صاحب عزیز برای شما بگویم، خود الاستیک تیشو ما سپریت میشه، جدا میشه. میبینین دکتر صاحب این سبزار نگاه کنین، الاستیک تیشو از یک دیگه چی شدن؟ جدا شدن. درست است، الاستیک تیشو سپریشن، همون خود الاستین می الاستیک تیشو ما چی میشه دکتر صاحب؟ از هم دیگر جدا میشه. چیز دیگه که دکتر صاحب ایجاد میشه سبب الاستیک تیشو فرگمنتیشن، خود امی الاستیک تیشو ما یا نزد الاستیکی ما فرگمنت میشه و پارچه های دیگر توته توته میشه. حالا ببینین زمانی که تغییرات سیستیک ایجاد میشه، زمانی که دکتر صاحب عزیز خود فرگمنتیشن توته شدن خود الاستیک تیشو ما ایجاد میشه و زمانی که نزد الاستیکی ما زکی دیگه جدا میشن، پس طبقه میدیا قوی میباشه یا ضعیف؟ بسیار خوب، طبقه میدیا دیگه چی میشه؟ ضعیف میشه. زمانی که طبقه میدیا دکتر صاحب ضعیف شد، فرض کنید همین نفر فرط فشار خونم داره، زمانی که خون پرتاب میشه به طبقه به خود اورتا سبب میشه دکتر صاحب که با یک فشار سبب شوه همین خود طبقه انتمه ما پاره شوه، خون داخل چی شوه دکتر صاحب عزیز؟ طبقه میدیا شوه. پس زمانی که در طبقه میدیا داخل میشه با آسانی میتونه که چینل های چی رو ایجاد کنه دکتر صاحب؟ کاذب ایجاد کنه و سبب شوه که ما رو به طرف اختلاطات کشنده ببره. این موضوع چی بود دکتر صاحب؟ مارفن سندروم. میبینید در مارفن سندروم گفتم الاستیک فرگمنتیشن، خودمو الاستیک ما دکتر صاحب الاستیک تیشو ما به پارچه های دیگر تقسیم میشه، امورفس اکسترا سلولر کنکتیو تیشو امی نزد منظر ما دکتر صاحب عزیز شکل خود چی میکنه از دست میده، سیستیک دیجنریشن به شکل سیست در قسمت خود طبقه میدیا ما چی میشه دیده میشه که دکتر صاحب بی زور سیست است، سیست کاذب است، سیست حقیقی نیست. دو تا چیز دیگر دکتر صاحب شما تا حال معلوم نیست، دقیق معلوم نیست، در پرگنینسی هم کسی مادرهایی که حامله باشن یا خانمهایی که حامله باشن، یعنی چانسش هست که به طرف اورتیک دایسکشن برن، معلوم نیست، دقیق نیست، من هم نمیفهم، تا حال کسی هم نمیفهمه، پس یعنی چانسش هست که خانمهای حامله به طرف اورتیک دایسکشن برن. و یک چیز دیگه اتروجینیک، شما با اصطلاح اتروجینیک شاید در قسمت نمیفهم در اصطلاحات طبی یا مدیکال ترمینولوژی خوانده باشین که خود اتروجینیک یک حالتی است که توسط خود پرسنل تیبی از اثر اشتباه پرسنل تیبی بعضی افراد در بدن یا بعضی تشوشات ایجاد میشه. مثلا یک چیز شما کاتترایزیشن خواندین، شاید خوانده باشین زمانی که کاتتر داخل چی شده دکتر صاحب عزیز؟ فرض کنید داخل اورتا شوه و این کاتتر به شکل فرض کنید به شکل مزمن یا به شکل متکرر طبقه میدیا ما رو چی کنه دکتر صاحب عزیز؟ یعنی تحت تاثیر قرار بده، یا طبقه میدیا ما رو دکتر صاحب عزیز چی کنه؟ چه قسم بگویم بر شما یک فشار فیزیکی به طبقه چی ایجاد کنه میده ببخشید به طبقه انتما ما نگاه کنین، یک فشار فیزیکی به طبقه چی ایجاد کنه؟ انتما ما. زمانی که امی فشار فیزیکی به طبقه انتما ایجاد کنه، امکان داره که طبقه انتما رو پاره کنه
و می قسم خون داخل طبقه چی شود دکتر سبیزیس میدیا شود و ما بریم به طرف اورتیک چی دکتر سبیزیس دایسکشن. حالا این اورتیک دایسکشن از خاطر هایپرتنشن نیست، عامل سببش مارفن سندروم نیست، این از اشتباه خود دکتر است که سبب میشه ما به طرف اورتیک چی بریم دایسکشن بریم. دکتر سبا نگاه کنیم که من در شروع لکچر برتان خدمتتان عرض کردم، گفتم زمانی که خون داخل طبقه میدیا میشه یا میره نواحی دورتر مصاب میسازه یک چینل های کاذب ایجاد میکنه و یا که میره نواحی نزدیکتره. بین اون گپ اول خود برتان ثابت بسازم که ما چرا به طرف اختلاطات کشنده میریم. دکتر سب اگر بیه نواحی قریبتر نزدیکتر مصاب بسازه دو تا جای اساسی رو برای ما مصاب میسازه که سبب مرگ میشه. بین اول از چی شروع کنیم؟ از پریکارد شروع کنیم. دکتر سبا از شما میفهمیم پریکارد مثل یک کیسه است که خود قلب ما چی میکنه؟ محافظه میکنه. دکتر سبا و ببینین زمانی که این چینل کاذب میه، دکتر سبا عزیز خدمتتون عرض کردم، خدمت شما عرض کردم، گفتم که تا یک قسمت روت یا منچه همون مسیر اورتارم چی پوشانیده؟ خود پریکاردیوم پوشانیده. پس کنیم فرض کنیم زمانی که خون بیه دکتر سبا عزیز طبقه میدیارم عبور کنه، درست از قسمت خارجیشم همین قسم بیاد در قسمت چی دکتر سب؟ در قسمت پریکاردیوم. زمانی که در پریکارد یک پارگی ایجاد شود، پس خون دکتر سبا از طبقه خود میدیا میاد داخل چی میشه؟ داخل خود پریکارد میشه. زمانی که دکتر سبا عزیز به شکل زیاد و به شکل کتلوی خون داخل پریکارد شود و سبب ایجاد یک فشار فیزیکی هم بالای چی؟ بالای خود قلب راست چپ ما و هم بالای قلب راست ما شود، این به نام کاردیک تمپونیت میگن. من مطمئن هستم که شما در قسمت شاکا خواندین کاردیک تمپونیت. کاردیک تمپونیت چی هست؟ کاردیک تمپونیت زمانی که درست است که به نام هیمی پروکاردیوم هم یاد میکنه، ولی ببینین زمانی که یک پارگی جات میشه خود پریکارد ما پاره میشه، خون میاد داخل چی میشه دکتر سبا عزیز؟ داخل خود پریکارد میشه و به شکل آنی ببینین به شکل آنی ای پر میشه و هر دو بطن ما رو تحت چی قرار میده؟ تحت فشار قرار میده، سبب میشه که سه تشوش دیگر برای ما چی کنه؟ ایجاد کنه. دکتر سبا اگر کس از شما پرسان میکنه کاردیک تمپونی چی هست، سه پای اساسی داره. یک جگلر وینس دستینشن، شما میفهم پرشر یا دستینشن هم میشه برش استفاده کنیم. دکتر سب سبب ایجاد فشار بلند بردن وارد چی میشه دکتر سب؟ وداجی میشه. خب ببینین شما میفهمین دکتر سب که خون از قسمت خود امی جگلر دکتر سب از فرض کن از نواحی بالا اگر براتون ما بگویم خون میاد در داخل کدام قلب میرسه؟ قلب راست ما دیگه، آذین راست ما میرسه، میره باز به طرف قلب چی دکتر سب؟ چپ. حالا فرض کنین زمانی که کاردیک تمپونیت صورت میگیره هر دو بطن ما دیگه تحت فشار قرار میگیره. زمانی که هر دو بطن تحت فشار قرار گرفت، ببینین تکرار میکنم، زمانی که هر دو بطن ما تحت فشار قرار گرفت، آیا اجازه میده که خون دکتر سب عزیز بیاد تخلیه شود در قلب راست؟ نمیده. پس دوباره خون برگشت میکنه به وارد چی دکتر سب؟ وداجی. و زمانی که در قسمت وارد وداجی خون برگشت کرد دو تا حالت ایجاد میکنه، یکی سبب فشارش میشه، فشار بلند میسازه در قسمت وارد وداجی، و دیگه هم سبب جگولر وینز دستنشن یا توسعی وارد چی میشه وداجی. شما میتونین که با وضاحت ببینین که خود وارد وداجی چی کرده دکتر سب؟ توسع کرده. بسیار خوب، گپ دیگه که ایجاد میکنه برای ما لو بلاد پرشر، فشار ما دکتر سب، فشار خون ما دیگه چی میکنه؟ سقوط میکنه. چرا؟ زمانی که بطن چپ ما رو دکتر سبا تحت فشار قرار بده، آیا اجازه میده که خون دکتر سبا عزیز از خود شیشا بریزه به بطن چپ ما؟ به خود اوزین چپ ما؟ نمیده. و دیگه دکتر سبا عزیز آیا اجازه میده که تقلصات قلبی صورت بگیره و خون پرتاب شه به اورتا؟ پس زمانی که تقلصات قلبی صورت گرفته نمیتونه. چرا؟ بخاطر که قلب ما تحت چی قرار داره؟ تحت فشار قرار داره. پس خونم به اورتا پرتاب نمیشه. زمانی که به اورتا پرتاب نشد، پس سبب میشه که فشارم دیگه چی کنه دکتر سبا عزیز؟ سقوط کنه. پس ما به طرف لو بلاد پرشر میریم.
حرف دیگه مافل ساوند، هارد ساوند یا بندیره به نام دیستن هارد ساوند، یعنی یک حالت زمانی که شما استتسکوپ بانین و صدای قلب مریض بشنوین. این یک استاد ما میگفت که مثل ازی است که قلب در داخل خانه باشه و شما صدای قلب از دهلیز بشنوین. واقعا می قسمت چرا؟ این زمانی که شما استتسکوپ بانین و صدای آوازه قلبی مریضتان بشنوین، صدای قلب از یک راه دور احساس میشنوین. چرا؟ ببینین زمانی که خون در قسمت خود پریکار تراکم میکنید، پریکار دیگه متوسع میشه، پس یک فاصله وسیع بین شنیدن آوازه قلبی چی میکنه؟ ایجاد میکنه. درست است؟ از این خاطر ایره به نام مافل هارت ساوند یا دیستنت هارت ساوند یاد میکنه. پس ببینین دکتر صاحب که اینمی کاردیک تمپونیت سبب میشه که ما به طرف چی بریم؟ به طرف مرگ بریم. از این خاطر خود اورتیک دایسکشن یک حالت کشنده است که چی کنیم در نظر داشته باشیم. امید که فهمیده باشین. حرف دیگه دکتر صاحب عزیز، اگر بیا نواحی نزدیکتر دیگه را مساب بسازه، کرونری آرتری را مساب میسازه. سعی کنین اگه بیا دکتر صاحب قسم در اطراف خود اویه کرونر ما در طبقه خود چی دکتر صاحب میلیا یک پارگیر ایجاد کنه و سبب شود که خود اویه کرونری ما را ایده چی کنه تحت فشار قرار بده و یا به سبب ایجاد ابستراکشن یا سبب بندش شود، اون من دکتر صاحب عزیز رایت کرونری آرتری را مساب میسازه. شریان کرونر چرا دکتر صاحب عزیز راست هست؟ تا حال دقیق معلوم نیست، ولی بیشتر کدام شریان مساب می سازه؟ رایت کرونی آرتری. زمانی که رایت کرونی آرتری مساب ساخت، پس ما به طرف انفیرور وال مایکار انفرکشن بریم. یعنی چی معلوم است دکتر صاحب عزیز؟ که ما به طرف احتشای قلبی میریم و می احتشای قلبی دکتر صاحب عزیز کشنده است که در نظر داشته باشین. دکتر صاحب بخیر، با شما در داخل قلب مفصل تر میخوانیم. چورا اگو وقت از شما پرسان کنه سال داخل قلبیتان که چطور آورتی دایسکشن سبب میشه ما به طرف مایکار انفرکشن بریم، امید که باز چیکنین جواب بدین. باز نگوین که استاد پاتولوژی ما برای ما تشریح نکرده. خب دکتر سوا نگاه کنین، ما براتون تشریح کردم. سعی کنین طبقه انتمام پاره میشه، خون داخل طبقه میدیا میشه، چینل کاذب ایجاد میکنه، نواحی دورتر یا مساب میسازه یا نواحی نزدیکتر. بین در قسمت نزدیکتر صحبت کردم، دورتر. اگر دکتر سوا ببینین این دورتر مساب سازه، شما میفهمین که دیگه اینی سبک لبیان راست ماست و یام چیز دکتر سوا چپ است. اگر فرض کن اگر بین این کاروتت ما را که صحبت کنین دکتر سوا، خون دیگه میره به طرف چی؟ سیستم عصبی. اگر ببینین این تبدیلی طبقه میدیازی دکتر صاحب یک انشقاق ایجاد شوه و این پیشرفت کنه و این سبب انسداد از این شوه، سبب میشه که اروای سیستم عصبی ما چی شوه؟ برهم بخوره. شما میفهمید زمانی که اروای سیستم عصبی ما برهم بخوره و سیستم عصبی ما تخریب شوه، درست است؟ پس ما به طرف هیمی پلیجیا میریم، سبب میشه که برای ما فلجا را ایجاد کنه یا فلجا یک طرفه را چی کنه دکتر صاحب ایجاد کنه که در نظر داشته باشین. و دیگه دکتر صاحب نگاه کنین، یک نقطه کلینیکی را برتان میخوایم اضافه کنم در قسمت که اگر مریض میاد پیشتان، چرا همیشه دکتر صاحبایی که در کلینیک در امرجنسی دپارتمنت کار میکنن گاهی اوقات این مس میشه از پیش دکتر، فکر میکنن یا ای ام آی داره مریض ما یا چی داشته باشه دکتر صاحب عزیز، اورتیک دایسکشن داشته باشه. یک نقطه کلینیکی را برتان بیان میکنم، مریضی که ام آی داشته باشه دکتر صاحب عزیز، اون من درد زی به کجا انتشار میکنه؟ به گردنش دکتر صاحب عزیز، به آن قش میاد، انگوشای انسیش مساب میسازه، بازوی راستش یا بازوی چپش مساب میسازه، حتی دردش در قسمت اپیگاستروم چی میکنه انتقال میکنه کی در نظر داشته باشه. ولی وصف درد کسایی که مایکار انفرکشن داشته باشن، احتشای قلبی داشته باشن، درست است که دردهای آنی است، ولی درد چیز دکتر صاحب عزیز دل است. درست است دکتر صاحب؟ مریض میه که فرض کنید مریض میه که یک چیز بسیار گرنگ در قسمت صدر ما مانده شده. یکی استادای ما میگفت که مریض تو میگه، یک مریض ما برام میگفت که بوجی 14 سری خود آرد بالای صدر ما کسی مانده، من تو یک احساس میکنم. ولی نگاه کنین که اگر مریضی که اورتیک دایسکشن داشته باشد دردش چیست؟ دردش دکتر صاحب عزیز شدید است و درد قطع کننده یا کاتینگ پینی رو برش میگه. درد چی داره دکتر صاحب؟ قطع کننده داره و درد بسیار چی شدید. و یک ویژگی که دکتر صاحب درد اورتیک دایسکشن داره، ای به خلف چی میکنه؟ انتشار میکنه. شما میفهمین دیگه از شروع میشه و ای چی میشه دکتر صاحب؟ درد به کجا انتقال میکنه؟ به خلف.
و اگر دکتر سپی دستلی به نواحی دورتر دیگر مسابه سازه، باز درد به قسمت چین تشاد میکنه، به قسمت بطن مریض که رام چی کنه در نظر داشته باشین. که امیدوار هستم در این قسمت شما تشخیص تفریقی در شفاخانه یا در کلینیک داشته باشین. خب دکتر سبا ببینین، من گفتم که اگه دستل به میشه که یک نقطه دیگر از نظر کلینیک برتان اضافه میکنم که فشار دکتر سبا عزیز در دست راست و دست چپ چی میکنه فرق میکنه. در دست راست دکتر صاحب اگر فرض کنین اگر این رایت ساب کلاف یا نارتیر مساب بسازه، ببینید که دیگه در دست راست فشار چیز دکتر صاحب آن است، اما در دست چپ میبینید فشار چی کرده تغییر کرده، که در نظر داشته باشین دکتر صاحب. پس ما گپ خود دکتر صاحب چی میکنیم؟ جمع میکنیم، درست است؟ ما براتون چی گفتم که خود از باب چی رس براتون اول صحبت کردم؟ اورتیک دایسکشن. اول هایپرتنشن براتون گفتم که هایپرتنشن طبقه انتیم ما تخریب میکنه، خون داخل چی میشه؟ طبقه میدیا میشه و چینل های کاذب ایجاد میشه. بعدا مورفن سندروم براتون صحبت کردم، گفتم دی حالت سنتیز یا مون ساختن خود منظم نظر منظم صورت نمیگیره. الاستیک تیشو ما دکتر سه به پارچه های جداگانه تجزیه میشه. خود دکتر سه عزیز بعض نواحی به شکل سیستیک ایجاد میشه، استحاله ای میشه، سیست واقعی نمیشه. دیگر سبب میشه که خود الاستیک تیشو ما چه شود جدا شود، سپریت شود، کل از این زمینه را بسه یفی طبقه میدیا مساعد میسازه، سبب میشه ما به طرف اورتیک دیسکشن بریم. همچون برتون در پرگنسی گفتم که تالخ نمیفهمن، ولی در پرگنسی هم ایجاد میشه اورتیک دیسکشن. همین قسم در قسمت گفته بودم از سر اشتباه خود دکتر هم امکان داره که ما به طرف چه بریم اورتیک دیسکشن. کسایی که کاتترایزیشن میکنه، مثلا دکتر قلبی اگر کاتتر داخل میکنه و این سبب میشه که تخریشات ایجاد کنه بچی به طبقه انتمام، این هم سبب میشه که ما به طرف اورتیک دیسکشن بریم. گفتم اگر نواحی ببین نواحی نزدیکتر یا قریبتر مساب بسازه، دو جای گفتم ببین اگر پریکارد ما رو مساب بسازه، خون داخل چی میشه دکتر سب عزیز؟ پریکارد میشه و پریکارد وقتی بزرگ شد اردو بوتین ما رو تحت تاثیر خود قرار میده، تحت فشار فیزیکی قرار میده. زمانی که قرار داد سه چیز اساسی رو ایجاد میکنه، جگولر پینس پرشر دکتر سه فشار وارد به داجی چی میشه؟ بلند میشه و همچنان متوسط میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اجازه نمیده خون از وارد به داجی داخل شه به قلب چی دکتر سه از راست ما پس برگشت میکنه، هم فشار زیاد میشه و هم توسط ایجاد میشه. سبب میشه که فشار ما چی شه؟ ما به طرف هایپرتنشن بریم. چرا؟ زمانی که خود پریکارد بزرگ شد، پس سبب میشه که دکتر سوی عزیز چی کنه؟ بطن چپ هم دیگه تحت تاثیر خود قرار بده، فشار قرار میده تحت تاثیرش قرار میده، پس سبب میشه که تقلصات قلبی صورت نگیره، خون به آورتا پرتاب نشه، پس فشار هم دیگه سقوط میکنه. و محفل هارت ساوند یا دستن هارت ساوند ما وقتی که استتوسکوپ میمانیم از یک راه دور اسم میکنیم که صدای قلب مشتیم. چرا؟ به خاطر که یک مانع بزرگ چی میکنه ایجاد میکنه دکتر سوی عزیز؟ خود پریکارد ایجاد میکنه و ما صدای قلب از دور میشنویم. این قسم یک حالت است. اگر گفتم ابی کورنر ما رو دکتر سرویس مساب بسازه، ما به طرف چی میریم؟ به طرف انفرکشن ها یا به طرف چی میریم دکتر سر؟ به احتشای قلبی. و عموما دکتر سر چی رو مساب میسازه؟ رایت کورنر آرتری، که در نظر داشته باشین دکتر سر. اگر گفتم نواحی دورتر مساب بسازه، درست دکتر سرویس عزیز، امکان داره ما به طرف همیپلیجیا بریم. و دکتر سر اگر فرض کنین right subclavian artery و left subclavian artery ما اگر مساب سازه، فشار چی میکنه دکتر صاحب؟ تغییر میکنه، نبض تغییر میکنه. در دست راست فرض کنید نبض پایین است، در دست چپ نبض بالا است، درسته؟ فرض کنید در دست راست دکتر صاحب فشار ما چی است؟ پایین است، در دست چپ فشار بالا است. که در نظر داشته باشین که این نقاط دکتر صاحب عزیز، چرا من براتون تاکید میکنم؟ چون این نقاط در کلینیک بر شما بسیار به درد میخوره که در نظر داشته باشین دکتر صاحب. ببینید مورفولوژیش براتون گفتم، ساده براتون میگم طبقه تمزق کدام نای است؟ انتما. وقتی که انتما تمزق کرد پاره شد، خون داخل طبقه چی میشه؟ میدیا میشه. خود ابهر به دو طبقه چی میکنه؟ تقسیم میکنه. اکثرا سبب چی میشه؟ خون ریزی میشه. ببینین یا ای که پس یک کانال ایجاد میشه خون داخل آورتا میشه، و یا ای که پاره میشه و بیرون خون ریزی میشه، سبب میشه که این حالت ها خون زیر کشندر ایجاد کنه. ببینین یا به طرف برتان شکر یا به طرف داخلی را باز میکنه، یا سبب ایجاد اوی چی میشه؟ جلده میشه، که در نظر داشته باشین دکتر عزیز. یا همون چیزی است که برتان دستم کرده بودم. اینجا یک توقف میکنیم دکتر سبا، بعدا میریم در قسمت واسکولایتس چی میکنیم صحبت میکنیم. تشکر.